فرهاد پولادی که سفر پرزیدنت ترامپ به اروپا رو دنبال کرده اینجا در استودیو همراه ماست. فرهاد، در گزارشت بر موضع‌گیری پرزیدنت ترامپ در مورد ایران اشاره کردی، اما میدونی که پیش از دیدار دو رئیس جمهور فرانسه و آمریکا، ایشون در مراسم یادبود پیاده شدن در واقع نیروهای متفقین در جنگ جهانی هم شرکت کردن. فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا در این مراسم چه صحبتایی کردن؟ به طور کلی صحبت‌های پرزیدنت ترامپ در این مراسم یادبود 75مین سالگرد روز موسوم به دیده یا همون پیاده شدن سربازان متفقین، ابتداعا یاد و خاطره هم قربانیان هم بازماندگان این حمله رو گرامی داشت و از سربازان آمریکایی تقدیر کرد. با هم می‌بینیم می‌شنویم. On this day 75 years ago 10,000 men shed their blood. 75 سال پیش در این روز خون 10,000 مرد ریخته شد. هزاران نفر جان خود را برای حفظ جان برادرانشان، کشورشان و نیز حفظ آزادی فدا کردند. امروز ما در سواحل نورماندی یاد و خاطره کشته شدگان و بازماندگانی را که امروز در اینجا با ما هستند گرامی می‌داریم. آنها این سرزمین را برای بقای تمدن پس گرفتند. پرزیدنت ترامپ همچنین در این مراسم که خیلی احساسی برگزار شد گفتش که کسانی که در این جنگ شرکت داشتن هدف مقدسی را دنبال می‌کردن که همون اعتلای ارزش‌های انسانی هستش که با هم می‌بینیم می‌شنویم. Not for control and domination. آنها جنگیدند نه برای کنترل و فرمانروایی، بلکه برای احیای آزادی، دموکراسی و بقای حق تعیین سرنوشت. آنها برای دفاع از بقای وطنشان، خانهشان، محلهشان که در آن به مدرسه و کلیسا رفته بودند، سخت تلاش کردند. آنها مطمئن بودند که آمریکا توان انجام هر کاری را دارد، به خاطر اینکه آمریکا کشوری آزاد است، با مردمی فرهمند و با ایمان. بله، پرزیدنت ترامپ فرانسه را به مقصد ایرلند، جمهوری ایرلند ترک کرده. امشب رو در زمین گلفشون که در ایرلند هستش رو سپری خواهند کرد و فردا جمعه به واشنگتن برخواهند گشت. ممنون از توضیحات شما فرهاد پولادی.